نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام و درود خدمت همه شما وطندارای عزیز و بیننده های گرامی و ارجمند. به گزارش ویژه از چینل یوتیوب سلیم مقیمی بسیار بسیار خوش آمدید. امیدوارم که حال شما خوب باشه. چند روز غایب بودیم، چون هفته که گذشت یک مقدار سرماخوردگی آمد به سراغم و حسابی سرما خوردم و کمک صدامم گرفته یه. بر صورت عالم خدا رو شکر بهتره و مجددا برگشتیم با گزارش های خیلی خاص و ویژه. گزارش ویژه امروز ما ارتباط میگیره به تفریگاه پل پشتو در روز جمعه. امروز جمعه هست و آمدیم به پشتون پل یا پل پشتو تا ای که در بخش های مختلف بیاییم پل پشتو و تفریحاتی که مردم ما دارن برای شما نشان بده. پس تا پایان این گزارش ما همراهی کنیم. اما قبل از اینکه بریم به جزئیات گزارش بپردازیم، از شما خواهش میکنم که چینل را سابسکرایب کنیم، لایک کنیم و کامنت بدیم تا خیلی سریع رشد بکنه کانال و دوستای بیشتری گزارش های ما را از شهر هرات ببینند. بازم تاکید میکنم اگر تا به حال سابسکرایب نکردیم، سابسکرایب کنیم، زنگوله را فشار بدیم تا نخستین کسی باشیم که اولین گزارش ما را تماشا میکنیم. پس با ما همراه باشید. یکی از تفریحات مهمی که مردم هرات دارن و در افغانستان کلا دارن اسب سواریه، که جایگاه در دینم داره، که سفارش شده بوده که همه انسان‌ها و همه مردها بر صورت باید که اسب سواری که یک ورزش سالمی هست بلد باشم و هنوز این فرهنگ زنده و در ساحه پل پشتو هم روزهای جمعه مردم میایم به اسب سواری. افرادی هم هستن که اسبای خود میارن و به کرایه میدم تا اینکه مردم اسب سواری کنم و ساعت اینا ترشه. در کنار یکی از دوستا هستیم که در واقع یک مجموعه یا یک گله از اسب دارند و امروز آوردن تا اینکه مردم فرصت بشه برای سرگرمی اینا. سلام کاکا، خوبین؟ علیکم السلام، خوبین؟ بخیرین؟ اول بخیر باشین. تشکر. اسم شما چیه؟ اسمم محمد علی. محمد علی جان، چند تا اسب داریم؟ 10 تا اسب داریم. 10 تا. قیمت های اینا چنده؟ قیمت های اینا 10000 تا به تا به حساب 2 لک اسب داریم. 2 لک؟ بله. خیلی خوب. شما هر جمع اینا رو میاریم به پل پشتو؟ هر روز ما هستیم در خدمت. هر روز؟ هر روز ما در خدمت. بسیار خوب. روز چند کار میکنیم از این اسب؟ روزی تقریبا 500 1000 خدا بده برکت همی هست. درسته. اسب سواری کار سختی یا آسانه؟ آسانه. ولی من میترسم. نه، شما اصلا ترسی نداره، این شکل فقط مثل همین موتر همی فرمانی رو همی چکنه به هر ورکشی کنه کت کنه میره. خب فرمانی رشته بگیریم؟ همی فرمانی و همی چپ راست که بکنی همی این شکل همی اشتیدین چی موتر بری؟ موتر بری. ولی همی چی کنه کش کنین میسته که سوس کنین میره خلاص. خیلی خوب، درسته. از این قصه کنیم که روزای جمعه چیه سوحال داره به اینجی، مردم چقدر میآیند؟ مردم البته همی تازگی ها کمتر میآیند، جلوترها بیشتر میآمدن. از اینکه پول دیگه کم پولیه، کمک وضع سیز ناجوره، کمتر میای مردم. درسته. یعنی این کم پولی برو تفریح مردم هم تاثیر گذاشته؟ بله بله، خیلی خیلی خوب. شما چند کرایه میگیریم از اسب؟ همه 50 میگیریم، 100 هم میگیریم. 100 هم میگیریم. اگه کسی دل عوض کرده باشه بگه من پول ندارم بدیم یک چکره، همه هیچ مشکلی نداره. 10 تا هم که بیایه بگه من ندارم، غمینیه غمینیه. نه انشالله تالیوت شده تالی کسره. بله زیاد شده انشالله، کسایی که نداره. بسیار خوب. شما چیزم بودیم میگم چپونم بودیم چی دارم میگم چپندار؟ نه خیر، چپندار نه. اما ازی همین یه قدر سواراش بله حیات غور مهمی یکی بمینجم که هستم سم دارم. درسته. ما اگه میشه به دوربین ما ببینیم، روی شما به طرف دوربین ما باشه. ما قبلا اینجا آمده بودیم، اسب دونی بود و بسکشی هم بود. حالی هم هست؟ این حال هم هست بله، جمعه ها هست. خیلی خوب. چی میدیم به اسبا؟ خب معمولا چی میخورم به فصل خزان؟ علف میدیم، جو میدیم، کام میدیم. بله. دیگه فعلا خب فصل علف که نیه، جو و کا. بله. درسته. از صبح چند کار کردی؟ از صبح 500 کار کردی. 500. بله خب. اینا خب 10 تا اسب داریم، خرج یکی هم نمیشه. دیگه ان شاء الله اگر خدا حواله کنه ان شاء الله
برچاش میشه بله یا برچاش میشه ان شاء الله. پس بگر معطل باشیم که مردم بیشتر بیان. بله حالا هنوز که هنوز مردم اما تشریف نوردن زیبت ان شاء الله تا ساعت 6 تا 7 میایم. درست. تشکر. زنده باشید. سلام لاله خوبین؟ سلام. خوبی خیریت. سلامت باشه. زنده باشه. اسم شما چیه؟ فریدون. فریدون جان. شما مالک امی هست به؟ نه لاله. از ما مال آقای امامی داری. چکر آماده. چکر آماده. خیلی خوب. چند چکر بزدیم از صبح؟ چکر. والا تازه آمدیم. هنوز سوار نشده؟ نه هنوز سوار. بلد هستیم از بیاری؟ نه طالب. تو هیچی بالا نشدی؟ به عمر خود سوار نشد. من به عمر خود یک دفعه بالا شدم که گفتم چی میگن؟ زهره ماس بترقه. خیلی اصلا ترس داره. از وقتی آدم بالا میشه ولی تکون میخوره کلا استرس و ترس و جوش و بیشتره. مقصدش رو بگیریم برادر سر از این زمستونی هوا خونو که دست و پا خوب شکستن نده. نه دیگه ان شاء الله اگه خدا خواسته بود نمیشکنه. نمیشکنه. مواظب بسته. آه مواظب بسته مردم مگر بشکم مادر خو یاد نمیگیره دیگه این تو کم کم. مگر یک چهار دفعه دست و پا دم بشکنه تا آدم یاد. آه دیگه. تا نشکنه یاد نمیگیره. می چیزی مف به دست نمیای. گفتم بنده خدا میگه تا تاون نکنی پایدار نمیبینی. دقیقاً. آفرین. چه کار میکنیم شما؟ ما حقیقت به جادی بزاد خسته شهر کار میکنیم. سه شهر داره. آه سه شهر. کاروبار چطوره؟ نیه کاروبار وضعیت خیلی خراب از تقریبا سه ماه میشه بیخی کار نیه. مثل جیروا کار نیه. جیروا ما روز 1012 سر کار میکنم ولی با روز 2 سر کار نمیکنم. هر جمعه میاییم به اینجا به تفری؟ بله. چطوره پل پشتو سایه پل پشتو برای تفری چی رقم جای مناسبی هست نیه؟ و ای که مردم رو میبینیم چقدر خوشاینده برای شما این شلوغی و ازدامه؟ والا جیروا بهتر بود. مردم خیلی به تفری میماده ولی از زمانی که طلبا بیاماده اصلا ایش که به تفری نمیاد. دلا مردم شکسته گیرونیه با مملکت. مردم خیلی گشنگی طرفه به جایی که بره به تفری بره میره به فکر لقمه نون میشه بخو. مثل جلوا نیه. جلوا اینجا میامد جا نبود که مستچخ خیلی ساده کنی شلوغ بود ولی حالا نیه دیگه مزه نیه مردم خاربرش کسته. درسته. از کاربار قصه کردین گفتین که کاربارا خوب نیه اگر به می شکل پیش بره ممکنه شما مثل خیلی وطن رو ترک کنیم بریم به کشورا و همسایه و کار کده؟ والا اگه ترک هم نکنیم اگر گدهی کنیم و دیگه چیزی که واقعیت همین خوسته چهر خوبه روبرو ما میشه حداقل دست ما گدهی گشته این برابر میره کار میکنیم. کسای هست به جز ما ولی ما خوب خوسته چهر داریم. کسای بند خدا هست که نونشو مخور نداره بدونشه. درس هم میخوندیم؟ یک سه سال درس خوندیم. چهار سال خوندن نوشتن بلدن بگیم؟ بله یا نوشتن بلدن. شعری طنز جوک فکری بلدن بگیم؟ نه هیچی والا هیچی بلدن. بخیر باشم. تشکر. سلامت باشیم. ما را همراهی بکنیم. بازم گزارش ویژه ما از سایه پل پشتو ادامه داره. میریم به بخش‌های دیگه هم سر می‌زنیم. سلام وقت بخیر. خوب این ساعت بنده؟ سلامت باشین. یک جان سپاس خیلی زیاد ممنون از شما. سلامت باشیم. اسم شما؟ حیات الله. بسیار خوب. حیات الله جان چه مصروفیت دارین؟ من فعلا کاروبار آزاد میکنم. مثلا مسلک قلم است. لیسانس ادبیات ادری هستم و اجالتا یک تاکسی یک دارم. من برای زمین تا بالا میکنم. بسیار عالی. به کجا دانشگاه خوندین؟ کابل خوانده بودم و یک مدت زمان در بیرون از افغانستان بودم. فعلا دوباره برگشتم آمدم اینجا و ترجیح دادم که در کشور خود باشم چون یک فضای امن احساس آرامش رو یک پا میکنیم. برای فعلا دیگه به خاطر خواستم که اینجا باشم در شهر ایران. بسیار عالی. از این بگین که با کدام کشور بودیم و ای که فعلا چطور شد که آمدیم به کنار دریای هریرود و در این روز آفتابی گرم؟ ما به
کشورهای آسیای میانه تقریبا به تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان در مجموع همی محوطه کشورهای آسیای میانه بودم. تقریبا 20 سال 25 سال اونجا بودم و از اونجا دوباره که برگشتیم که میاد بسیار کوتاهی بعد کشور پاکستان بودیم، دوباره آمدیم به افغانستان و هرات ترجیح دادیم به خاطر از اینکه چون در مورد تاریخش میفهمم، در مورد فرهنگش، مردمش، گرچه همگیش کشور است، همگیش وطن است، ولی اینجا را یک احساس آرامش کردیم در اینجا و همیجا اقامت گرفتیم. چند سال میشه هرات آمده؟ هرات ممکن 4 سال میشه. 4 سال. راضیم؟ خوب، الله را شکر، از مردمش، از شهرش، از امکاناتش، از نظافتشان، از مهمانداریشان، از فضای شهر و در مجموع راضی هستیم. الله شکر. شما گفتیم ادبیات خوندیم، خب میایم سر ادبیات هم از این بگیم که آیا هر جمعه میایم به کنار دریای هری رود، پل پشتو و اینجی برای سرگرمی یا نه که اتفاقی امروز آمده؟ ایره خوب به یه ارتباط میتیم که اگر فضا همطور یک آرامش ایگه پاداش را باشه، فضای کشور ما در مجموع، اگر هرات است، خندوز است، بدخشان است، قندار است، هر جای که طبیعی که خانواده هم حق دارند و اونا هم نیازمند هستند به تفریح، به گشت و گذار، به فضای باز ایگپا. ولی خب قبلا ممکن نمیتونستیم به جهت بعضی خرافات اخلاقی، بعضی مسائل امنیتی ایگپا که فامیلا را ما جای ببریم در کنار دریا، اونا از هوای تازه استفاده بکنن. دیگه آل آرام آرام فامیلا هم احساس آرامش میکنن و توقع دارن که اونا بین برای چکر و گشت و گذار. برای امروز دیگه من برای اولین بار خودم اینجا آمدم که این موتر خودش رو شو بتم، دیگه هم تفریح شو و هم موتر خودش رو شو بتم. بسیار عالی، بسیار عالی، حتما لذت بردیم از اون. طبعا طبیعت و طبیعت است دیگه، آدم حتما لذت میبره. لذت میبره، خیلی خوب. شاعر مورد علاقه شما از شعرهای هرات کینه؟ از شعرهای هرات گفتن نمیتونم، ولی در مجموع از حضرت خیام صاحب، از مولانا صاحب و از سعدی صاحب مکوشون میاد. بسیار خوب. برای ما یک دکلمه بکنیم، از کدو شاعر دکلمه میکنه؟ یک فکر میکنم که خیام صاحب گفته بودن که عمرت به 200 رسد چی 300 چی 1000، زین کهنه سرا بیرون برندت ناچار. تو شاه بودی یا که گدای بازار، این هر دو به یک نرخ خرند آخر کار. به به، بسیار عالی. و از مولانای بزرگ؟ خب اشعار زیاده است، ما ممکن بعضی یکان یادداشت داشته موتر خودم دارم، در تلفن مام است، به خاطر یک به بزرگوارا اهانت نشده باشه، نشه کدام کلام را ما تا بالا نبه از پیشم به خاطر مذرد بکنم. درسته. در جای مولانا میگه بر کلوخی دل چی بندی ای سلیم، وا طلب عشقی که پاید او مقیم. از اشعار مولانا زیاد خوش میمیایه، چون مولانا دیگه بی نظیره در تاریخ ادبیات جهان، نه در حوزه فارسی زبانان دنیا و افغانستان. و ختم کلامی که چه آرزو داریم برای آینده فرزندان این سرزمین؟ آرزو خود زیاد است، آرزو چون سایه آدم است، هر قدر که آدم پیش میره سایه آدم از پیش آدم پیشتر است و نمیتونه آدم به او برسه. روی هم رفتن به تناسب امکاناتی که داریم در همین کشور ما، خب نیاز میدانیم که خود ما دست و پاچه بکنیم و بالاخره دست به کار شویم و امکانات بسازیم به خاطر احیای از وطن، به خاطر آبادانیش، به خاطر تعلیم و تربیت در بخش های مختلف، اقتصاد و در مجموع هر طرف از دنیا کشور ما را که ببینیم. نیاز به این داره که همکاری باید شوه، دست بخوره و کار شوه سر از این. بنان آرزویی است که در قدم نخست، در قدم نخست امنیت از گزینه اول است برای تمام مردم افغانستان، نه تنها برای من، و گذشته از او یک اقتصاد خوب داشته باشیم که ما دیگه پای قدم به طرف کشورهای همسایه نداشته باشیم و به اطمینان خاطر هموطنهای ما را ببینیم که هر کدامش از خود خانه داشته باشند، موتر داشته باشند، اولادشان به تحصیل کرده باشه و بالاخره از منابع طبیعی ما استفاده شوه و صاحب همه چیز باشه. بسیار بالاخره. تشکر. سلامت باشید.
خب به بخش دیگه گزارش آمدیم، جایی که کاغذ بادبازی جریان داره. روزهای جمعه معمولا در فصل خزان شهروندان و ساکنان هرات میاین به اینجی و کاغذ بادبازی میکنن، که ما آمدیم یه اطفال نازنین اینجی، دیدم چرخه دارم و نخ دارم و کاغذ باد دارم، گفتم مرم هم اینجی حساب بدیم چند دقیقه ما هم یک چند کش بکنیم و کاغذ بادبازی کنیم. خب معمولا میگن که طرف های نماز دیگر اینجا شلوغ‌تر میشه و مردم بیشتر برای کاغذ بادبازی میآیند. فعلا خب یک طرفی هست که میتونه مستقیم آفتاب بتویده بمرو چشما ما که دیدم نمیتونیم و شاید نتونیم تصویری هم خود کاغذ باد برای شما نشون بدیم، ولی سرگرمی خوبیه و اینجا معمولا دوستا میآیند برای کاغذ بادبازی. خیلی از دوستا در کامنت ها خواسته بودند که ما سری هم بزنیم اینجی و از کاغذ بادبازی گزارش داشته باشیم. یکی از سرگرمی های بسیار قدیمی که ما یک گزارش هم داشتیم از کوچه حمام دلاک ها که کاغذ باد فروشی ها بود، اگر ندیدیم بریم داخل چینل بخش ویدیو ها حتما میتونیم که او گزارش هم ببینیم. خب دوستای بیشتری نبودم اینجی که خود اینا هم صحبت بشیم، فقط اومدیم چند تا تصویر بگیریم و یک امتحانه بکنیم ببینیم هنوز چیزی به یاد ما از کاغذ بادبازی بمونده یا نمونده، چون بچه بودیم دیگه، خیلی سن و سال از اینا بودیم کاغذ بادبازی میکردیم، ولی دیگه مدت زیاده میشه که کاغذ بادبازی نمیکنیم. شما تصویری هم ببینیم از روبرو پیش رو و خدا کنه که موفق بشیم تصویری به شما نشون بدیم از خود این کاغذ باد یاد گودی پران به قبل هموطنای عزیز کابل ما. خب کسی هم نیه بطار کنیم خودی آن یک کاغذ بادی از این طرف به هوا شده. خب پشت سر هست، پشت سر هم اینجا هسته. در ادامه گزارش آمدیم به سمت فروشگاه های گل پشتو، در اینجا که یک هتل ساخته شد ولی متاسفانه که دیگه از این هتل استفاده نشد. نمای خیلی زیبای سرمایه گذاری زیاد شد روی این هتل آبی که فکر کنم به دلایل ناامنی دیگه جواب نداد. بنده خدا خیلی رو از این سرمایه گذاری کرد ولی نتیجه ظاهرا در پی نداشت. در این ساحه که میره به طرف پل مالان، چرخ‌های شورنخود، فروشگاه‌های مواد غذایی و سایر دوکان‌ها میباشه. یک سوپرمارکت خیلی مقبول و تمیز که اینجا با اینا هم کلام میشیم. سلام الله، خوبین، بخیرین؟ تشکر، شما خوبین، سلامتین. سلام، تشکر. اسم شما؟ نواب. نواب جان، چند سال میشه این سوپرمارکت رو داره؟ حدود 5 سال میشه. 5 سال میشه. چطور فروشات؟ شکر خدا، خوبه، شکر. منتها امی که مردم آرام باشه، مردم بیایه به میله بیایه، طبعا که کاروبار از مردم خوب باشه که به میله بیایه، کاروبار ما هم خوبه. درسته، یعنی کاروبار مردم خاله خوب نیه کلن، پس از شما هم شاید خوب نباشه دیگه. طبعا اگه کاروبار از همه چیز که خوب نباشه دیگه طبعا همه کم پین میایه. ولی بسیار عالی. فعلا چطور زندگی در پل پشتو دیگه؟ شما هر روز اینجاست؟ بله بله بله. حس کنیم مردم به چی ایامی، به چی روزای بیشتر میان برای تفریح، برای میله. امروز که جمعه چی رقم حضور مردم چی رقم میبینید؟ بیشتر مردم که به حساب تفریح میان می خود ما شما رسم و رواج نوروز و چهارشنبه اول سال نه دیگه، باز به بیشتر که میایم روزا جمعه چون تعطیلیه مردم به تفریح میان. تفریگاه پل پشتو چی تغییراتی کرده نسبت به 20 سال پیش؟ آیا پیشرفتی هم داشته در قسمت ساخت و ساز و اینا؟
صد در صد قدیم که بود اگه مثلا با پول پشتو شهر بزی نبود کمیشن شهر بزی جور شده دیگه آبادی شده فرق کرده نسبت به سالهای قبل ولی صد در صد بیتر شده بله بسیار عالی و ای که از این قصه بکنیم که در شرایط فعلی امنیت فعلا چی رقم پول پشتو یک وقت میگفتم دوزمدوزی زیاده بین دیگه از وقت که امارات اسلامی اومده امنیت کمی بیترتر شده و مردم میتونن کمی به حساب خیال راحت بیام به ملی بیام حساب سنتری بله خیلی ممنون تشکر قربان شما تشکر سلام باشیم زنده باشیم خب بیایم که از دکان بیرون شیم و بریم جلوتر سلام لالا جان مونده نباشیم خوب سلامات خیریت سلامت باشیم نام مبارک شما محمد جاوید محمد جاوید جان از کجا هستی از پل مالان از پل مالان سر پل مالان شما خو نبودین دختر دیدین دخمت اهل قدیم بوده اگه نمیدم به جدی ها رو میکدم راست میگه چطور زندگی در پل مالان پل پشتو شما دیگه از اون مردمان محلی همین منطقه ایم بله ما میگه دکون اول که میگن ببو مونه دکون اول خان که میگن ببو مونه دکونه؟ دکون اول خان اول خان به کجا هست؟ از پل مالان پینتر رو که به نام دکون ببو مونه گفته میشه بسیار خوب امروز به تفریح آمده منجی؟ همین دکون به چکاکا مونه ولی ها چی رقم شده حال امنیت چی رقم مردم چقدر میایم به تفریح در روزهای تعطیلی با خدا خوبه دیگه باز بس جلو کنی بازم نسبت به جلوتر و بیتر امنیت به حساب متعن مول موتور خوب واک جلوتر بیتر از اینجا یک موتور بردم از اینجا بردم از اینجا یک موتور بردم من جلوتر مو بیخور میرم با تکون بچکا خو گپ و گفت حساب کتا موتور هم چقدر شه تو حساب امنیت خوب شده شکر خدا شکر خوب میگم بچا پول مالون خوب چهار بیتی ها بلند چهار بیتی چی بلند نی هیچ بلند هیچ هیچ شعر هیچ وا کنه شما اشتا از شهر علم و فرهنگ دیگه با چیکار کنید دیگه ما برا در دنبال کاروار غریبی اینو بسیار خوب خوشحال شدم بخیر باشین موفق باشین سلامت باشین خوب میریم جلوتر و شورن خود فروشی شورن خود دیگه میفهمیم که ما چقدر دوست دارم و در واقع یکی از خوراکی‌های بسیار مزه‌دار مردم هرات باشه که بیایم ببینیم فکر کنم اینا رو تازه هم بنداختن سلام خوبین خوبین سر شما خوب سلامت باشیم تشکر اسم شما چیه غلام ازرا غلام ازرا جان چند سال میشه می چرخ داره 12 سال میشه 12 سال اشته تفت کرده شورن خود میشه برم هم یک بشخوابک آماده کنم امیت رد میشدم دل معوض کرد چشم برو جو چشم از این قصه بکنیم شورن خود چی رقم تهیه میشه شورن خود که از سر نخود اول پاک میشه تمیز میشه بعد از او به حساب این نم میشه انال برای سبا که ایر تهیه کنیم مثلا شم که هست ایر به حساب بنم میکنیم صبح ساعت ها چهار بجه به حساب که هست ایر از ای صاف میشه به ترش پلو خلی میشه ایر صاف میشه بعد از این باز به دیگ انداخته میشه همین مقدار ایر که لازم داره ایر ما به دیگ میندازونه بعد از اینو به هر کیلوی نصف قاشق به حساب اینو پولی میخوره هر مقداره که باشه یک من باشه یا دو من باشه از این تعداد ما میندازیم پولی ایر به حساب به دگ میندازیم به سر یا اجاق گاز کسته یا پیکنیک کسته ایر مقداره یعنی اینا باز به جوش میه کف میکنه کف از اینا رو ما میگیره کف از اینا رو که گرفته اینا هرچی آشغال داشته باشه میه برو دگ میستکه بعد از آشغال از ایر که گرفتیم ایر به دم میکنیم برای یک ساعت یک نیم ساعت یعنی بعد از این باز پخته میشه این ساعت خیلی میکنه بسیار عالی از یک من چند من بده است؟ از یک من ما تقریبا 7.5 کیلو یا الی 8 کیلو همین چیزی به دست میاد خیلی عالیه پس خوبه فعلا سر چند نمیدید سر دریفه سر دریفه کیلو 100 روپیه کیلو 100 روپیه بله خوب مردم ایراد چریت خوب بلدن شورن خود پخته کنن چون به دیگه ولایت ها سفر کردم این مزه که اینجا داره دیگه ولایت ها نه دیگه نه ایتن که دیگه ولایت ها که هست جلوی کلون شما رو میگیرم اونا که هست همین نخوت تنهایی نمیفروشن یا به حال مثلا قندار که هست اینا سلاته مندازونم مثلا بعضی او کشته میریزونم دیگه ولایت ها که هست اونا هم مخلوده نخود تنها نمیدن ایراد که هست نخود تنها میخورن باز اونا خوش ندارن درسته درسته خب من دیگه بیخی دل معوض کرد بدیم بریم یک خوشخوابه امروز دیگه ما میله کردیم هم میله کردیم هم از سواری کردیم کمی هم کاغذ باد بازی کردیم و هم گشتیم پل پشتور و اینجا هم خواه مادیم که شورن خودشو جان کنیم ببینیم که مزی و چی رقمه
معمولا به گرده پارک میریم ما به شورنخود خورده. امروز اتفاقی به ساحه پل پشتو آمدیم به شورنخود خورده، مزی از این بچشیم ببینیم چی رقمه. فقط بریم سرکه نندازیم خاطر سرما خورده ایم. اگه لاب هست بندازیم که یک شورنخود لاب داره بخورم امروز. اگه سرکه بخورم دیگه زیاد بهتر هم میشه چون سرما زده ایم، باید احتیاط بکنم. اما شورنخودی هم که سرکه ندیشتک مزه نداره دیگه، باید حتما سرکه بندازیم، فلفل بندازیم، نمک بندازیم، نعنا بندازیم، سماق بندازیم که بسیار خوشمزه بشه. خب به 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 بیایم نزدیک ببینیم، بیایم 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 سعی کنیم که چی میگه این شورنخود. خود شما حتما گب میزنه، سعی کنیم اشاره هم میکنه به طرف شما دیگه. جا شما خیلی لابدار، سرکدار، مزدار شورنخود. این دیگه همو عبارتیه که در هرات به کار میبرن و باید خیلی مزدار باشه. به یاد شما و به عشق شما. جا شما خیلی خالی. بسیار مزدار بود. جا شما خیلی خالی، فوق العاده بود. همین گزارش خود فاطمه میدیم. تشکر که ما را همراهی کردیم، گزارش ویژه ما را تماشا کردیم. گزارش ویژه هم تلاش میکنم برای شما بسازم و به این چینل بگذارم. لطفا سابسکرایب کنیم، لینک چینل را با دوستا خود شریک بسازیم تا یک چینل بالا بیایه و دوستای بیشتر بتونن چینل را ببینن، گزارش ها را ببینن و لذت ببرن. خیلی شما را دوست دارم. صفحه اینستاگرام، صفحه فیسبوک ما را هم دنبال کنیم، لایک کنیم و همچنان چینل ما رو سابسکرایب کنیم، زنگ بزنیم هم فشار بدیم که نخستین کسی باشیم اولین گزارش های ما رو تماشا کنیم و ببینیم. و شماره واتساپ هم در پاور یوتیوب گذاشته، اگر در ارتباط به برنامه نظری داشته میشه که تماس بگیریم. به خدمت شما خواهیم بود. وقت شما خوش. خدا نگهدار.